سلام شاگردای عزیز، با امید ازی که جور و صحتمند باشین و ایام قرنطینه مراد کرده و در خانه بمانین. درس امروز خود آغاز میکنیم و خدا کنه که کار خانگیتان انجام داده باشین و درستان خوانده باشین و من مطمئن هستم که شما بچه ها دخترای بسیار خوب هستین و درستان میخوانین و کار خانگی را هم انجام میدین. درس امروز خود آغاز میکنیم. قبل ازی که درس جدید آغاز کنیم، یک مرور به درس گذشته میکنیم. درس گذشته ما و شما باید تان است چی بود؟ آفرین، سایه یا مهتاب گرفتگی. سایه در اثر قرار گرفتن جسم در مقابل منبع نور تشکیل میشه و سایه یک جسم امو ساحه تاریک را میگن که وقتی جسم در مقابل منبع نور قرار میگیره و جسم مانع رسیدن نور به جسم مانع رسیدن نور به تمام جسم میشه و اونمو است که سایه در عقب جسم روی پرده تشکیل میشه و جسم بین سایه خود و منبع نور همیشه قرار میگیره. و همچنان شما مهتاب گرفتگی را خواندین که مهتاب گرفتگی گفتیم یا خسوف و آفتاب گرفتگی یا کسوف از جمله سایه هست که در اثر تشکیل سایه به وجود می آید. در منظومه شمسی البته ای در اثر قرار گرفتن زمین بین مهتاب و آفتاب ای در این صورت خسوف یا مهتاب گرفتگی به وجود می آید. و همچنان ما و شما دیدیم که وقتی که زمین، آفتاب و مهتاب روی یک خط مستقیم قرار می گیرند، در او صورت ساحه زمین بالای مهتاب افتیده و ما مهتاب تاریک میبینیم و میگیم که مهتاب گرفتگی رخ داده. خوب شاگردای عزیز، ای بود درس گذشته ما و شما و درس جدید ما هم مربوط به نور است که ما و شما امروز درس امروز ما و شما هست جسم نورانی و غیر نورانی و هم شفاف، نیمه شفاف و کده. این موضوعاتی است که ما و شما امروز مطالعه میکنیم. هدفی که در این درس داریم دانستن خواص اجسام نورانی و غیر نورانی، درک خواص اجسام شفاف، نیمه شفاف و کدر از نظر قابلیت عبور نور و کسب مهارت دستبندی اجسام از نقطه نظر قابلیت عبور نور. البته این هدف ما سه هدف در این درس امروز خود داریم. ما میبینیم که جسم نورانی و غیر نورانی کدام اجسام میگیم. آفتاب، ستاره ها، چراغ روشن، شمع روشن مثال های از اجسام نورانی هستند. در حالی که زمین، مهتاب، چوب، سنگ و چیزهای دیگر از خود نور ندارند و از جمله اجسام غیر نورانی محسوب میشن یا به حساب میان. اجسام نورانی به وسیله نور خودشان دیده میشن، یعنی اجسام نورانی خودشان نور پخش میکنن و توسط اون نور خودشان ما را دیده میتونیم. اما اجسام غیر نورانی با وسیله نوری که از اجسام نورانی میگیرن که و یک مقداری نور جذب میکنن و یک مقدار دیگه زیر منعکس میسازن و این می نور منعکس شده به چشم ما میرسه و ما جسم مشاهده میکنیم. گفته به تصاویری که در شکل یک وجود دارد توجه نمایید و از جمله آنها اسم اجسام نورانی را لست نموده و بگویید با اجسام غیر نورانی چی فرق دارند. خوب شاگردای عزیز، شما به شکل ببینید، توجه کنید، در اینجا ببینید این آفتاب است. آفتاب به نظر شما چیست؟ جسم نورانی، چون از خود نور پخش میکنه. چراغ روشن چی گفتیم؟ چراغ روشن چی است؟ جسم نورانی هست، چون خودش نور پخش میکنه. تلویزیون به نظر شما چی است؟ جسم نورانی است یا غیر نورانی؟ چی فکر میکنین؟ اگر تلویزیون روشن باشه یک جسم نورانی شده میتونه، اما اگر خاموش باشه جسم نورانی نیست. حال که تلویزیون میبینین شما در اینجا که روشن است، پس یک جسم نورانی است دیگه. تمام اجسامی را که شما در اینجا میبینین، بود، چوکی، چکاش، مهتاب و این هم یک جسم دیگه هست، فکر میکنه ناریال باشه و یا همه اجسام چی هستن؟ غیر نورانی. حالا به نظر شما فرق بین اجسام نورانی و غیر نورانی چی میباشه؟ ما پیشتر گفتیم اجسامی که از خود نور تولید میکنن یا خودشان منبع نور هستن، نور پخش میکنن،
یا را ما جسم نورانی میگیم. اما اجسام دیگه که در اثر نور خود از اجسام نورانی میگیرن، یک قسمت نور را جذب میکنن و یک قسمت دیگه نور را منعکس میسازن. نور منعکس شده از جسم غیر نورانی که به چشم ما رسید، ما او جسم دیده میتونیم. پس فرق بین اجسام نورانی و غیر نورانی اینمی هست. ای بود اجسام نورانی و غیر نورانی. عالمیم سر جسم شفاف، نیمه شفاف و کدر. شما ببینید در اینجا گازات، مایات و جامدات. گازات هوا از هوا نور عبور میکنه، پس یک جسم شفاف است. مایات هم اقسام مختلف دارن، مثلا آب یک مایع است، آب ازش عبور میکنه و در بین آب ما میتونیم اجسام مشاهده کنیم. و جامدات هم مثل شیشه، از شیشه نور عبور میکنه، پس یا اجسام شفاف هستن. گازات، مایات، جامدات قابلیت های مختلف عبور شعای نور دارن. برخی از آنها شفاف هستن و نور از وا عبور میکنه و اجسامی که در عقب از وا قرار میگیره و بسیار خوبی دیده میشه، به وضاحت دیده میشه. و همچنان مثلا هوای صاف، آب پاک و غیره. و برخی دیگر از آنها نیمه شفاف هستن. نیمه شفاف مثلا شیشه های گلدار شما دیده باشین، یا جای هوا که با دود همراه باشه، یه هم یک نیمه شفاف گفته میشه. و یا آب گلالود و یا غبارالود، هوای غبارالود، آب گلالود، یا همه اجسام چی هستن؟ نیمه شفاف. و از همه خوبتر از جمله اجسام نیمه شفاف شما شیشه های گلدار میتونین که بگوین. و اجسامی که هیچ نور از او عبور نمیکنه و جسمی که در عقب از او قرار داشته باشه ما او را دیده نمیتونیم، این اجسام به نام اجسام کدر یاد میکنه. پس اجسام از نظر عبور نور به سه دسته میباشه، عبارت از اجسام شفاف، نیمه شفاف و کدر، که شما از سه زیاره تعریف شده بالا ذکر کردین که در اجسام شفاف نور کاملا ازش عبور میکنه و جسمی که در عقبش وجود داره به وضاحت دیده میشه. اجسام نیمه شفاف که یک قسمت نور عبور میده و یک قسمت نور دوباره منعکس میسازه و جسمی که در عقب از وجود داره واضح دیده نمیشه، مثل شیشه های گلدار. و اجسام کدر گفتیم اجسامی است که نور از او عبور نمیکنه و جسمی که در عقب از او قرار داره قابل دید نمیباشه و تمام این نور جذب میکنه و یک قسمت دیگه شما منعکس میسازه. اجسام کدر. خوبی در این شکل ببینین شما ببینین یک شیشه هست. تصویری که در عقب از وجود داره بسیار واضح دیده میشه. مربع هایی است، شکل مربع را داره، مربع روشن، مربع تاریک. خوب به وضاحت شما میبینین یک جسم شفاف است. در اینجا ببینین شیشه کمی کدر شده، نه کمی که غبارآلود است. تصویرش هم در عقبش با واضح دیده نمیشه. و اینجا ببینین یک جسم کدر است که هیچ در پشت سرش هیچ تصویر را ما مشاهده کرده، هیچ جسم را مشاهده کرده نمیتونیم. هیچ جسم کدر است. خب شاگردای عزیز، شما در این شکل جسم شفاف، جسم نیمه شفاف و جسم کدر را مشاهده کردین. این یک شیشه هست، ببینین کاملا شفاف است و نوری که در این اتاق وجود داره از این عبور میکنه و جسمی که در عقب از این قرار میگیره او قابل دید میباشه. ببینین حال شما میتونین که از پشت سر زیام او ببینین. و جسم نیمه شفاف ببینین ای آب است، تقریبا نیمه شفاف است. جسمی که در عقب از این قرار بگیره و قدر قابل دید نمیباشه. آب کمی چی است؟ و ای هم یک تخته چوب است. میبینین که هیچ چیزی که در قبضی وجود داشته باشه قابل دید نمی باشه و تمام نوری که بالای زی میتابه یک قسمتش جذب میکنه، یک قسمت زیر منعکس میسازه، نور منعکس شده و چشم ما میرسه و ما جسم میبینیم. یعنی نور از جسم کدر هیچ جبور نمیکنه. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما. درس یک بار خلاصه میکنیم. ما گفتیم که اجسام از نگاه نور به دو دسته تقسیم شده، اجسام نورانی و غیر نورانی،
اجسام نورانی اجسامی هستند که خودشان منبع نور هستند و نور منتشر می سازند و توسط نور خود دیده می شن. و اجسام مثل مهتاب، آفتاب، شم، بعض ستاره ها و چراغ و روشن و غیره. اجسامی که از خود نور منتشر نمی سازند و به وسیله نور اجسام نورانی که توسط آنها منعکس می گردد دیده می شن، این به نام اجسام غیر نورانی یاد می کنند. مانند زمین، مهتاب، چوب، سنگ و غیره. یعنی اجسام نورانی وقتی نور بالایشان میتابه، یعنی نور خود از جسم نورانی میگیرن، یک قسمت نور جذب میکنن، یک قسمت شما منعکس میسازن. اونمو نور منعکس شده وقتی به چشم ما رسید ما جسم میبینیم. خب اجسام از نظر عبور نور به سه دسته، اجسام شفاف، نیمه شفاف و کدر میباشد. اجسامی که نور کاملا عبور میتن، میره به نام و در هر چیزی که در عقب از وجود داشته باشه با وضاحت دیده میشه به نام اجسام شفاف یاد میکنه. اجسامی که یک مقدار نور عبور و یک مقدار دیگر از او را جذب میکنن اجسام نیمه شفاف نامیده میشن، مانند شیشه های گلدار. اجسام کدر، اجسامی که نور از آنها عبور ننموده، یک مقدار نور جذب و یک مقدار دیگر از او را منعکس میسازن، اجسامی که در عقب آنها وجود دارد دیده نمیشن، اجسام کدر نامیده میشن، مانند چوب، سنگ و غیره. خوب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما. خدا کنه که درس صفا میده باشین و ما بر شما اینجا کارخانگی هم آماده کردیم. کارخانگیتان بسیار آسان است. جملات زیر را مطالعه نموده در مقابل جمله صحیح حرف سواد و در مقابل جمله غلط حرف غین بگذارید. اجسام نورانی اجسامی هستند که از خود نور ندارند. اجسام غیر نورانی اجسامی هستند که نور را ذریعه منابع نورانی اخذ میکنند. از اجسام کدر نور عبور کرده نمیتواند. از اجسام نیمه شفاف نور به کلی و بدون کم و کاست عبور میکند. هیچ چار سوال است، یک سوال است، البته چهار جز داره که شما امیدوار هستم که سوال بسیار آسان و ساده است حل کنید. خوب شاگردای عزیز، این بود درس امروز. به امید از اینکه کارخانگیتان هم انجام بدید و درس جدید هم یک مرور کنین و درس گذشتریتان هم بخوانین. خداحافظتان تا دیدار بعدی.